در ادامه واکنش ها به سیلاب زدگان پسین در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از نهادهای مدد رسان خواستار فرستادن کمک فوری شده و گفته که آسیب دیدگان از سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی دوامدار نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از سیلاب های پسین در ولایت غور گفته است که این سیلاب ها بیش از 2000 خانواده را بیجا ساخته است. همکارم نورسه فت گزارش می‌دهد. واکنش های جهان در پی سرازیر شدن سیلاب های پسین در کشور. در ادامه واکنش ها به سیلاب زدگان پسین در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از نهادهای مدد رسان خواستار فرستاده کمک فوری شده و گفته که آسیب دیدگان از سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی دوامدار نیاز دارند. آقای بنت در صفحه کاربری اکسش از تغییرهای اقلیمی در افغانستان ابراز تحسر کرده و از نهادهای بین المللی خواسته است تا بودجه بیشتری را برای پشتیبانی از برنامه های بشر دوستانه فراهم کنند. تصاویر دلخراش از تلفات انسانی و ویرانی سیل در افغانستان دیده می شود که فراتر از جستجو و نجات، برای بازگرداندن زندگی و معیشت برای آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی مداوم نیاز است. من از نهادهای مدد رسان می خواهم که بودجه های بیشتر را برای حمایت های بشری فراهم کنند. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل با ابراز نگرانی از سیلاب های پسین در ولایت غور گفته است که این سیلاب ها 2500 خانواده را بیجا ساخته است. اما برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند که سیلاب های پسین در کشور سبب به بیان آمدن خساره های هنگفت شده و آسیب دیدگان سیلاب ها نیازی جدی به کمک های بشری دارند. متاسفانه سیلاب های اخیر در افغانستان باعث خسارات هنگفت مالی گردیده و همچنان تعداد زیاد از مردم افغانستان به اثر سیلاب ها جانش خود از دست دادن و این نیازمند کمک های دوامدار است و خصوصا سازمان ملل متحد مکلفیت دارد تا با آسیب دیدگان بسته و کمک های اضطراری و کمک های بشر دوستانه را برسانند. در همین حال عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در جریان سفرش به ولایت بغلان با نهادهای بین المللی دیدار کرده و میزان تلفات و خساره های جانی و مالی از اثر سیلاب ها را بلند دانسته است.